بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. طرح اداره بهداشت شهر مقدس کربلا برای زیارت شعبانیه. آوارگان روهینگیایی در چنگال قاچاقچیان انسان. برگزاری سلسله جلسات هفتگی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام درباره طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر. درخواست پول توسط طالبان افغانستان از دولت پاکستان برای خلع سلاح گروه تحریک طالبان. با سلام بر سید و سالار شهیدان و سلام بر شما، من محمد محمدی هستم. شما بیننده اخبار شیعه از شبکه امام حسین علیه السلام هستید. اداره بهداشت شهر مقدس کربلا از آماده سازی طرح ویژه زیارت شعبانی خبر داد. صباح الموسوی رئیس اداره بهداشت شهر مقدس کربلا ضمن اعلام این خبر افزود آمادگی لازم و کامل برای اجرای این طرح بهداشتی و درمانی صورت گرفته و نقشه راه اجرای این طرح به گونه ای آماده شده تا به بهترین حالت اجرا شود. وی در ادامه گفت اهمیت زیارت شعبانیه ما را برانداشت تا حد اکثر تلاش خود را به کار بگیریم تا با استفاده از امکانات بهترین طرح را اجرا کنیم. الموسوی همچنین گفت هماهنگی های لازم بین اداره بهداشت شهر مقدس کربلا با دیگر اداره ها و دستگاه های مربوطه هم صورت گرفته تا در هیچ زمینه ای نقص و کمبود احساس نشود. آوارگان روهینگیایی برای فرار از اردوگاه ها جان خود را به قاچاقچیان انسان تسلیم می کنند. قاچاقچیان انسان در انتقال آوارگان روهینگیایی از کمپ‌های پناهندگان در بنگلادش به کشورهای دیگر به ویژه مالزی مبالغ هنگفتی را از آنها دریافت می‌کنند. این در حالی است که این سفر همیشه با خطر غرق شدن همراه است، بدون اینکه کسی از سرنوشت این افراد اطلاعی داشته باشد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، تعداد افرادی که سفر دریایی خطرناک به مالزی را انجام می‌دهند افزایش یافته است. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سال 2022 حداقل 348 روهینگیایی در دریا جان خود را از دست داده و یا مفقود شدند. نتیجه این وضعیت این بوده که سال گذشته برای این اقلیت قومی به یکی از خونین ترین سالها از سال 2014 تبدیل شده است. به گفته آوارگان روهینگیایی این افراد در بنگلادش زندگی همراه با امنیتی ندارند و فرصتی برای کار کردن هم به دست نمی آورند. امری که باعث شده تا آنها در جستجوی شرایط بهتر دست به ریسک زده و سفر دریایی و خطرات آن را تجربه کنند. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی را مظله روز شنبه ششم اسفند 1401 در جلسه دیگری موضوع طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر را با حضور شخصیات مهم شهر کربلا دنبال کرد. این جلسه با حضور تعدادی از متخصصان ایجاد زیرساخت، احداث و توسعه شهرها و تعدادی از دست‌اندرکاران شهر مقدس کربلا در مورد اولویت‌های پروژه بزرگ چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر برگزار شد. مهندس سامر جلوخان، مهندس باسم عباس، مهندس فایز ابوتهین، عادل الموسوی و دکتر حسین المنگوشی با حضور در این جلسه در خصوص مهمترین مقدمه‌های برنامه کاری پروژه بزرگ چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر به بحث و تبادل نظر پرداختند. شایان ذکر است پیگیری طرح 2030 در پی عمل به فرمایش آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر لزوم رسیدگی به شهر مقدس کربلا و مردم آن است که بارها در مناسبت‌های مختلف بر آن تاکید فرمودند. معظم الله با توجه به افزایش قابل توجه تعداد زائران اربعین حسینی در 10 سال اخیر در شهر مقدس کربلا بارها و بارها بر ضرورت آماده سازی و تجهیز این شهر مقدس به گونه ای که پذیرای صدها میلیون نفر زائر باشد تاکید فرمودند.
در این جلسه توضیحات مفصلی در خصوص نسخه اولیه طرح‌های عمرانی شهر مقدس کربلا ارائه شد. حجت الاسلام بر موسمی شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه مصباح حسین علیه السلام پس از شنیدن نظرات حاضران در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از ایشان به بیان اهداف این مؤسسه و آنچه که در این پروژه بزرگ راهبردی به دنبال آن هستند پرداختند. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. طرح اداری بهداشت شهر مقدس کربلا برای زیارت شعبانیه. آوارگان روهینگیایی در چنگال قاچاقچیان انسان. برگزاری جلسات هفتگی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام درباره طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر. و در ادامه توزیع سبد غذایی دارو و شیر خشک بین زلزله زدگان سوریه توسط مؤسسه مصباح حسین علیه السلام و سازمان IHC. اکسپرس تیروبون گزارش داده که طالبان افغانستان برای کنترل تحریک طالبان پاکستانی TTP از جمله خلع سلاح این گروه تحریک را با مقام‌های دولت پاکستان که اخیراً به کابل سفر کرده بودند در میان گذاشتند، اما با این شرط که هزینه اجرای این طرح را دولت پاکستان بپردازد. این موضوع در نشست اخیر کمیته عالی مشترک که به ریاست شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره افزایش حملات تروریستی و سایر مسائل امنیتی برگزار شده فاش گردیده است. منابع آگاه از این نشست به اکسپرس تیروبون گفتند که موضوع TTP و پناهگاه‌های این گروه در آن سوی مرز یعنی افغانستان یکی از موضوعات اصلی در دستور کار نشست اخیر بوده است. این در حالی است که اخیراً هیئت بلند مرتبه از مقامات ارشد پاکستان به ریاست خواجه آصف وزیر دفاع آن کشور از کابل بازدید کردند. اکسپرس تیروبون نوشته که این هیئت شواهد غیر قابل انکار را درباره حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با طالبان در کابل در میان گذاشته است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در آستانه نیمه شعبان و همزمان با سالروز ولادت حضرت عباس علیه السلام، آیین قباروبی و شستشوی مسجد مقدس جمکران برگزار شد. گفتنی است این مراسم به رسم هر ساله برگزار شده و در آن ده‌ها تن از خادمان و زائران این مسجد حضور داشتند. عیسی زارپور وزیر ارتباطات ایران هفته پیش به رسانه‌ها گفته بود که برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر می‌کنند و دایره ارتباطات آنها با هموطنان خودشان در سکوهایی است که مطابق مقررات داخلی ما آن سکوها دچار محدودیت‌هایی است، درخواست‌هایی مطرح شده که سیم کارت گردشگری زماندار که تفاوت آن دسترسی به چند سکوی خاص است اختصاص داده و پس از خروج گردشگر آن سیم کارت منقضی شود. این اظهارات با واکنش گسترده کاربران مجازی مواجه شد. دکتر محمد فاضلی استاد اخراجی دانشگاه در توییتی نوشت: ما مردم ایران را هم توریست فرض کنید، فقط اقامت ما متوسط 70 سال است. در پی این واکنش‌های اعتراضی وزیر ارتباطات ایران گفت سیم کارت ویژه گردشگران خارجی در حد پیشنهاد است و هنوز درباره آن تصمیم گیری نشده است. یک دادگاه کلمبیایی به یکی از اولین دادگاه‌های دنیا تبدیل شد که یک جلسه استماع را در فضای متاورس برگزار کرد و امیدوارد که در آینده هم آزمایش‌هایی با فناوری واقعیت مجازی داشته باشد. این دادگاه در پلتفرم هوریزاین ورک رومز شرکت متا انجام شد و به اعضای جلسه اجازه داد تا با آواتارهای دیجیتالی در کنار یکدیگر حاضر شوند. ماریا ویکتوریا کوینز قاضی دادگاه مگدالاند در کلمبیا درباره این آزمایش می‌گوید:
استفاده از فناوری اطلاعات در پیشبرد رویه‌های غذایی با هدف تسهیل و تسریع این فرایند انجام می‌شود. کوینز مدعی است که این تجربه فراتر از تماس‌های تصویری بوده است. مسلمانان کارولینای جنوبی آمریکا از قانونگذاران شورای عالی امنیتی آمریکا می‌خواهند که لایحه جنایات ناشی از نفرت را تصویب کنند. جامعه مسلمانان این ایالت می‌گویند در صورت تصویب این لایحه جنایت ناشی از نفرت از سوی قانونگذاران مجازات‌های سخت‌تری برای جرایم خشونت‌آمیز علیه افراد بر اساس عواملی مانند نژاد و مذهب در نظر گرفته خواهد شد. کارولینای جنوبی و وایومینگ تنها ایالت‌هایی هستند که هیچ گونه قانون جرم ناشی از نفرت ندارند. در سال 2020 110 جنایت ناشی از نفرت در کارولینای جنوبی رخ داده است. شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام در شهرها و کشورهای مختلف همزمان با اعیاد شعبانیه به اهدای خون پرداختند. بر اساس اخبار و اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه، پیروان اهل بیت علیهم السلام امسال در شهرهای کویت، القطیف، شهر مقدس کربلا و سماوه و نیز کشورهای ماداگاسکار، استرالیا، آلمان و برخی دیگر کشورها کمپین اهدای خون به راه انداختند تا خون جمع‌آوری شده برای نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد. در آستانه ولادت امام زمان عجل الله فرجه و به نیت سلامتی ایشان 313 شاخه گل نرگس دستساز توسط خادمان مجمع‌رسانی امام حسین علیه السلام در بین الحرمین توزیع شد. این گل‌های زیبا که توسط یکی از بینندگان ایرانی مجمع‌رسانی امام حسین علیه السلام در کشور ایران تهیه شده بود، روز شنبه ششم اسفند 1401 همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با حضور ایشان در جمع خادمان مجمع‌رسانی امام حسین در شهر مقدس کربلا واقع در بین الحرمین توزیع گردید. رسانه‌های ایتالیایی از غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل شرقی این کشور خبر داده است. تا کنون جان باختن 33 نفر از سرنشینان این کشتی تایید شده است. گزارش شده که 27 جسد در سواحل استاکتو در استان کروتونه ایتالیا پیدا شده و اجساد دیگری در آب دیده شده است. مقامات محلی می‌گویند که قطعاً تعداد جان باختگان افزایش می‌یابد. برخی رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که تعدادی کودک در میان کشته شدگان است. گفته می‌شود این کشتی حدود 100 نفر سرنشین داشته و تا کنون 40 نفر نجات یافتند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایتالیایی می‌گوید که پناهجویانی از ایران، افغانستان و پاکستان از جمله سرنشینان این کشتی بودند. کشتی در اثر هوای طوفانی دریا به صخره‌ها برخورد کرده است. کمک‌های مراکز وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه همچنان ادامه دارد. مؤسسه مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و سازمان IHC در شهر لندن یک بار دیگر در اقدامی نیکوکارانه مشترک به یاری زلزله زدگان سوریه شتافتند. بنابر اعلام روابط عمومی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام به خبرگزاری اخبار شیعه، این مؤسسه به همراه سازمان IHC که هر دو از مراکز تحت اشراف دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی هستند، طی روزهای اخیر هزاران سبد غذایی، دارو و شیر خشک را بین زلزله زدگان سوریه توزیع کردند. لازم به ذکر است در پی زلزله‌های پدقدرتی که کشور ترکیه و سوریه را لرزاند، بیش از 44 هزار نفر تاکنون جان باختند و طبق آمار سازمان ملل بیش از 5 میلیون نفر فقط در سوریه بی خانمان شدند و طبق اعلام یونیسف بیش از 8 میلیون کودک در سوریه و ترکیه آسیب دیدند. لازم به ذکر است مدتی قبل در پی وقوع زلزله در شهر خوی واقع در کشور ایران نیز دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامذله تلاش کرد محموله امدادی خود را برای زلزله زدگان خوی نیز ارسال کند، اما با سنگ اندازی ماموران امنیتی مواجه شد.
شایان ذکر است آیت الله العظما سید صادق شیرازی نامذله در پی وقوع زلزله خوی در شهر ایران درباره پرداخت سهم امام علیه السلام برای کمک به آسیب دیدگان زلزله خوی جواز آن را صادر کرده بودند و بر کمک به مردم آسیب دیده تاکید نمودند. سازمان ملل از تصمیم خود مبنی بر برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای طرح بشردوستانه 4.3 میلیارد دلاری در یمن خبر داد. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی‌های امور بشردوستانه روز گذشته شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که با هدف پشتیبانی از طرح واکنش بشردوستانه در یمن روز دوشنبه یک کنفرانس بین‌المللی سطح بالا برای کمک کنندگان مالی در کاخ ملل در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. در این بیانیه آمده این رویداد سطح بالا برای اعلام کمک‌های مالی تلاش خواهد کرد تا در 4 حوزه دارای اولویت که ارتقای سطح آگاهی در قبال بحران انسانی حاد در یمن و فرایند امدادرسانی نجات بخش، حفاظت و گسترش، بهبود محدود روی داده در سال 2022، پشتیبانی برای رسیدگی به محرک‌های اصلی، نیازهای بشردوستانه و درخواست برای پایان دادن به درگیری هستند. پشتیبانی جامعه بین‌المللی را به دست آورد. دفتر سازمان ملل افزود میزان نیازهای بشردوستانه در یمن همچنان وحشتناک است، جایی که سالهای درگیری آوارگی و وخامت اقتصادی طولانی مدت درد و رنج زیادی را به بار می‌آورد. در سال 2022 نهادهای فعال در زمینه در حوزه انسانی تخمین می‌زنند که 2/3 جمعیت یمن یعنی 21.6 میلیون نفر به کمک بشردوستانه و حفاظت نیاز خواهند داشت. یک پژوهش تازه تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد که 100 شهر مهم جهان در معرض پیامدهای شدید تغییرات آب و هوایی قرار دارند. بر اساس این گزارش، قاره آسیا با 114 استان از 200 استان در این فهرست در صدر و ایالات متحده آمریکا نیز با داشتن 18 ایالت از 50 ایالت در میان پرخطرترین ایالت‌ها قرار دارند. این پیچیده‌ترین بررسی جهانی از مخاطرات اقلیمی ملموس تا به امروز به شمار می‌رود. شرح بیشتر در گزارش همکارم سعید بهاری. یک نهاد مستقل بررسی مخاطرات اقلیمی اعلام کرد که توسعه یافته ترین و مهمترین قطب‌های اقتصادی آسیایی در مقیاس جهانی مانند پکن، جاکارتا، هوشیمین سیتی، تایوان و بمبئی در میان 100 شهر در معرض بیشترین آسیب‌های اقلیمی قرار دارند. بر اساس گزارشی که نهاد موسوم به ابتکار وابستگی متقابل به تازگی منتشر کرد، این قطب‌های مهم اقتصادی با بالاترین خطر آسیب ناشی از بحران شدید آب و هوا و اقلیم مواجه بودند. این رتبه بندی‌ها نخستین بررسی کلی از داده‌های خروجی خطر ناخالص داخلی آب و هواست که مخاطرات اقلیمی، فیزیکی و ملموس را در محیط ساخت بشر در بیش از 2600 منطقه در سراسر جهان تا سال 2050 برآورد کرده. این بررسی نشان می‌دهد که آسیا با 114 استان از 200 استان در این فهرست با چند مرکز اقتصادی مهم در چین و هند صدر فهرست مناطق در معرض خطر را به خود اختصاص دادند. پس از چین، ایالات متحده ای امریکا با 18 ایالت در میان پرخطرترین ایالت‌ها قرار دارند. هند نیز سومین تعداد ایالات را در میان 50 ایالت اول را دارا می‌باشد. همچنین استرالیا، بلژیک، ایتالیا، کانادا و آلمان نیز ایالت‌ها و استان‌هایی در بین 100 جایگاه اول را داشتند. بر اساس این گزارش، جنوب شرق آسیا بیشتر از هر جایی از جهان متحمل تشدید خسارت رخدادهای ناشی از بحران اقلیمی بین سال‌های 1990 تا 2050 شده است. هزینه مالی ناشی از تغییرات شدید اقلیمی و تغییرات آب و هوایی در حال حاضر در بسیاری از اقتصادهایی که در صدر رده‌بندی جهانی قرار دارند احساس می شود.
یافته های این گزارش مطابق با ارزیابی های مختلف هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی نشان می دهد که رویدادهای جوی شدید در مناطقی از این دست احتمالاً طی سالهای آینده با گرم شدن زمین تشدید خواهند شد. از این رو هزینه های اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی نیز افزایش می یابد. سعید بهاری، اخبار شیعه. مروری دوباره به سرخط خبرها. طرح اداری بهداشت شهر مقدس کربلا برای زیارت شعبانیه. آوارگان روهینگیایی در چنگال قاچاقچیان انسان. برگزاری سلسله جلسات هفتگی مؤسسه مصباح‌الحسین علیه السلام درباره طرح چشم‌انداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر. درخواست پول توسط طالبان افغانستان از دولت پاکستان برای خلع سلاح گروه تحریک طالبان. توزیع سبدهای غذایی، دارو و شیر خشک بین زلزله زدگان سوریه توسط مؤسسه مصباح‌الحسین علیه السلام و سازمان IHC. برگزاری کنفرانس بین‌المللی توسط سازمان ملل برای کمک به یمن. و 100 شهر مهم جهان در معرض پیامدهای شدید تغییرات اقلیمی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.